از این سمت خواستی داشتیم بکنیم چون الان از این بر بچه ها به هم میریزن. مهمون داره این؟ بله. داشتم خیلی جاها دعوت شدم این روزا تو افتادم نه اینکه من احساس بکنم مثلا من بیام بچه خب الان شاید من نمیشناسم مثلا خیلی شاید سنیو من دیگه نمیخوره ولی من احتیاج دارم از اینا یه چیزی میگیرم میام اینجا یه در واقع حس خوب دارم میام میبینم بچه ها اندازه این داری چند وقتی هاری مرابطش میشه جهان چند وقتی هاری اینجا بگیش میشه اینجور جاها بگیش بس بده
چند وقت بود وسط اینجا جا سر بزنم. من نمیدونم کسی که من میشناسم از نزدیک خیلی دوست ندارم اهل شو بیام به جایی که ببینم همینجا زهار اگر بتونم هم کمک میکنم هم میام خیلی دوست ندارم که رو گروهی نوروزای خاصی که همه هستن باشم ولی اون چیزی که احساس میکنم خودم راضی هم از خودم میکنم انجام میدم و این چقدر به آدم کمک میکنم که آدم حواسش باشه که آدم میتونه مهربون‌تر باشه مثلا با هم باید بهشون یه نگاهی داشته باشی و کمکش رو کنی انصافا اینجا خیلی از هزینه‌هاشون مثل که واقعا کمک‌های مردمی داره انجام میشه خیلی از هزینه‌هاشون کمک‌های مردمی از خودشون پزیستی ولی میگم ما احتیاج داریم به اینا رو ببینیم خیلی بچه های احتیاج نداره چون خدای اینو بزاره علی آقا سلام. سلام علیکم. خسته نباش. خسته. اون خبرنگار اشاره کرد من یاد خاطرتون افتادم که یه روزی پدرتون رفت شما زیر کرسی بودین داشتین مشقاتون رو می‌نوشتین پدرتون رفت و دیگه هیچ خبری ازش نداشتید تا اینکه بهتون یه قبری رو تو قم نشون دادن گفتن این پدرتونه. بله. از حال و هواتون که اومدین اینجا بگین اصلا اینجا کجاست چرا اومدین چجوری شد شما اینجا پیداتون شد؟ بله من همونجوری که شما فرمودین احساس می‌کنم که چون خودم از بچگی یتیم بزرگ شدم میگم 7 سالم بوده در واقع این اتفاق افتاده برام الان احساس که میکنم با این بچه ها یه حس مشترک دارم و اینا که ما رو نمیشناسن در هر صورت خیلی سالهاست ما از گشتیمون میگذره و این که اصلا سنمون با هم دیگه به اختلاف سنی داریم که این بچه ها نمیشناسن ما رو شاید من بیشتر لذت میبرم اینجا تا اینکه این بچه ها از اینکه من بیام اونجا نمیشناسم برای حقیقتش و بیشتر من به دلیل اینکه خودم یه حس خوب داشته باشم میام اومدم اینجا و من یه چیزی از این بچه‌ها میگیرم در واقع و اینکه
الان یه روزای خیلی سختیه هست برام تو اجتماع و سر مسائلی هستش که حالا از این موقع ها کم میاره احساس میکنم که چقدر سخت شده زندگی. وقتی میبینی بچه ها رو میبینی حالا امروز دقیقا یادم افتاد که مثلا خودم یه همسن سنی بودم و یه راه طولانی که حالا تا امروز اومدم یه ذره فشارش بدی گریه میکنه، یه ذره خوب باش نگاه کنی میاد تو بغلت، یه ذره حس براش دوگانه باشه نمیتونه بیاد ارتباط برقرار کنه. من نمیدونم اصلا چه شد، یعنی بعد دروغ گفتن توی مملکت اینقدر ریاکاری کردن اینقدر آدم نمیتونه حسشو بگه. ولی واقعیتش اینه که من دوست دارم بچه‌ها رو و هم یه به احساس دین میکنم یه به دلکاری و اینکه از اون مهمتر که میمین حس خوب میدیم ازشون میدیم هرکی هر جوری قضاوت میکنه. در طول هفته ماه سال علیرضا حیدری به جای خیلی زیاد دعوت میشه ولی جزو اون آدمایی که 99% این دعوت ها رو رد میکنه و نمیره، جایی رو میره که خودش میخواد. این داره با دلت اومدی یا با دعوت اومد؟ خب طبیعتا دعوت کردن در این که اینا یه مراسمی که ما هم احساس وظیفه میکنیم باید باشیم توی مراسم دعوت هم کردن اومدن اینجا، ولی مهم این بود که دلم خواست بیام و من همونجور که شما فرمودید من خیلی جاها نمیرم، یعنی یه ذره خسته شدم از اینکه جای شلوغ برم یا بخوام برم به جایی چه میدونم تو مرکز توجه باشم یا نمیدونم چجوری بهتون میگم، هر جایی که دلم بخواد دوست دارم برم، جایی که برم سیخ بخوام بشینم و نمیدونم اتو شده و یه ذره چجوری بگم راحت نباشم ناراحت باشم خیلی رسمی و برم تو حالم خوب نشه بیام برو نمیرم. جای خیلی بزرگی که دعوتتون میکنن مقامات رسمی، مقامات غیر رسمی، مقامات تجاری، بازرگانای بزرگ هم هستن، ولی اینجا خیلی بیریاست، هم نوع پذیرایی، هم محل، هم خود مراسم، آدمایی که شما اومدین دیدینشون خیلی بد دیدین، بچه‌ها اصلا کارتون نگاه می‌کردن. بله. یه چیزی اینجا شما دیدین که شما اومدین و دنبال اون ریایه دیگه نیستین، دنبال اون دیده شدنه نیستید که غالبا انتظار میره قهرمان ما بعد از خداحافظی از ورزش برن دنبال یعنی دنبال دیده شدنه باشن و من و شما هم بارها راجع بهش حرف زدیم. والا همه دنبال دیده شدن هستن. ولی دیگه با این بچه‌ها که نمیشه شوخی کرد. این بچه‌ها نمیشه شوخی کرد. اینا چیزی ندارم من ازشون بخوام بگیرم، چیز میدونی غیر از اون حس معنوی که به دست میارم چیزی ندارم، یعنی من خیلی باید کوچیک باشم که بخوام بیام اینجا بغل دست این بچه ها عکس بگیرم بعد یه مردم فکر کنم من مثلا آدم خوبی هستم روی احساسات رو با احساسات مردم مثلا بازی کنم یا درگیر کنم احساسات مردم رو. و اینو خیلی خوب میدونم که حضور من اینجا برای من یه بارایی داره، یعنی وقتی من میام اینجا یه سری توقع میکنم، من اصلا باید ببینم میتونم از عهده توقع یه سری که نیازمندم بر بیام، من وقتی خودم یه آدم خیر معرفی کنم، آدم خوب معرفی کنم، یه سری که واقعا نیاز دارن میان و واقعا هم احساس کنن یه دریه که باید از این در وارد شن و مشکلاتشون حل بشه. من چون میدونم خیلی نمیتونم، من اندازه خودم میتونم کمک بکنم، احساس میکنم ریا نکنم. به افتخار بچه های گل ما فرزندان این سرزمین حسابی تشویقشون کنم. متشکرم از شما بزرگوارم. بچه های گلم مرسی. عرض کنم که من یه عذرخواهی، یعنی خیلی بیشتر از یه عذرخواهی، چند تا از مهمونه بزرگوار